رئیس انجمن دیابت رژیم به گسترش بیماری دیابت در ایران اعتراف کرده و گفته که نه تنها حدود 30% ایرانی ها به یکی از انواع دیابت مبتلا هستند، بلکه سن این بیماری در کشور پایین آمده و به دوره دبیرستان و راهنمایی هم رسیده. علت گسترش بیماری دیابت، اون هم به طور خاص در بین دانش آموزان بنا به گفته همین مهره رژیم، چیه؟ برای بررسی موضوع همراه هستیم با دکتر سینا دشتی، متخصص بیماری های عفونی از سوئد. با سلام به شما دکتر سینا، خیلی خوش آمدین. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و در خدمت هستم. دکتر سینا، یه خورده از وضعیت و شرایط بیماران دیابتی در ایران برامون بگین اگه اطلاعی دارید. حالا اصلا این مقوله بسیار عظیمیه، خرچ سریع‌تر بشه بیشتر بهش پرداخت. این آقای شکرومید گفت که 30% ایرانیان مبتلا به نوعی از دیابت هستند. 30% یعنی 1/3 جمعیت، تقریبا بالای 90 میلیون ایرانی، یعنی 30 میلیون. بعد سال گذشته اسدالله رجب، یکی از نفرهایی که قبلا در سازمان دیابت بود، گفت که 10 میلیون. یعنی میگه بین آمار پارسال و امسال 20 میلیون نفر، اصلا رقم دو برابر کل جمعیت سوئد مثلا فرقه. خب این وقتی که در آمار ما اینقدر اختلاف داریم، وقتی در آمار اینقدر تفاوت‌ها بالاست و جدیه، خب بهتر میشه حد زد که در درمان و برنامه‌ریزی درمان، در پیشگیری، در مراقبت، در آموزش، در هر وجهی از این بیماری بخوایم نگاه کنیم، چقدر شرایط بحرانی هست و شرط ویژه‌ای. متاسفانه این چیزی که میگن که در حتی سنین نوجوان هم دچار این بیماری شده، که این واقعا یک فاجعه است، چون که بالاخره این بیماری از خیلی جدیه. در علم پزشکی یکی از مهمترین مباحث علم هست و پایه خیلی چیزا رو توضیح میده. بیماری قند بیماری است که همواره با مریض خواهد بود، حالا شدت و حدتش فرق خواهد کرد، ولی بالاخره وقتی یک فردی به این بیماری مبتلا میشد، از لحاظ بیولوژیکی 10 سال عمرش بیشتر خواهد شد، یعنی میبرد بالا، به جای مثلا 40 سال باشه بنویس یادم 50 سال خواهد شد. این بیماری به هر میزانی که سالهایی که خواهد بود، اگر در رابطه با تیپ 2 نوع 2 دیابت استریم بحث میکنیم، نوع اولش که از در سالهای کودکی و نوجوانی اکثرش هست و نیاز به انسولین داره، از اون اول اینو بذاریم کنار چون یک بحث دیگه. تیپ 2 که میخوام روش بحث کنیم، بحثی که بهش میگن دیابت بزرگ سالان، قند بزرگ سالان در کشورهای مختلف، حالا با یک سری بالا پایینش، این یک مقوله بسیار جدی هست، مقوله اجتماعی، مقوله پزشکی، و سالهای سال بیمار رو با خودش حمل میکنه. از اون بر عوارض و مسائلی که ایجاد میکنه برای فرد و جامعه فوق العاده زیاده. این که اگر بگیم سنی که در این داره ایجاد میشه این بیماری در جامعه، الان رسیده به سن 15 سال 16 سال سن دبیرستانی و راهنمایی، این واقعا از لحاظ جامعه شناسی و علم پزشکی یک فاجعه است. بله دکتر سینا، خب همین نکته که الان شما اشاره کردیم و صحبت های همین مهره رژیمی هم بود و گسترشش بین دانش آموزان، خب چرا اینقدر این موضوع در بین سنین نوجوانی گسترش داره؟ و اینکه خب به هر حال وقتی که درباره دانش آموزان صحبت میکنیم، تاثیرات اجتماعی خیلی زیادی هم باید داشته باشه دیگه، درسته؟ بلا شک. ببینید، وقتی که میمبر جو دیافز بزرگسالان داریم صحبت میکنیم، مهمترین چیزی که بهش میگن چند تا عامل هست که میشه تا حدی این بیماری رو تعدیل کرد، جلوشو گرفت. یکی مسئله و چرا شروع میشه، یکی مسئله تشویش، استرس هست، مسئله استرسی که در فرد ایجاد میشه، حالا چه به صورت فیزیولوژیکی چه به اجتماعی. یکی مسئله تغذیه هست، یکی مسئله تحرک، چقدر تحرک دارن. بنابراین اون چیزی که واقعیتش اینه که وقتی توی سنی که جوان و نوجوان که تحرکشون بالاست، اینطور داریم میبینیم، به تب به استرس داریم فکر میکنیم، به مسابقه مهمترین عاملی که این بیماری در یک کشور رشد کنه و بالاتر از اون حد جهانی باشه. در کل جهان دیابت یک بیماری رو به رشد هست، ولی شتابش و سرعت این منحنی به بالا در ایران بالاتر از حد جهانی هست. و این تنها چیزی که میشه توضیح بده این هست که ما یک استرس فوق العاده زیادی در اجتماع داریم، از لحاظ سیاسی، از لحاظ اقتصادی، کسی که از لحاظ
خب مسئله کاری، مسئله آینده، امید به آینده، همه اینا از این باعث استرس میشه. این استرس در فرد ایجاد کورتون میکنه، ایجاد هورمونی میکنه که زیادی باعث قند خواهند شد، بیماری قند خواهند شد. خب این مهمترین عامله، یعنی چون ما در شرایط سیاسی و اجتماعی هستیم که عدم اطمینان هست، عدم رسیدگی هست، عدم کار هست، اقتصاد، همه چیز در یک مردابی از فشارهای اقتصادی اجتماعی هست، خب به طبع روی افراد تاثیر خاص خود میذاره. از اون برم خب بیماری که خیلی نیاز به یک سیستم متمرکز و اعتماد ساز بین نظام پزشکی کشور و مردم هست، با آموزش، با اینا. خب اصلا این یک رویا است که بخوایم این سیستم رو بخوایم در یک کشوری مثل ایران بخوایم ببینیمش، و این واقعا خیلی اسفبار هست و خیلی تاسف‌بار هست که ما نسلی از جوان هم رو در این ورطه از دست خواهیم داد. بله دکتر سینا، آخرین سوالم اینه که میخواستم بپرسم که آیا اطلاعی از وضعیت این بیماری در سایر کشورها هم دارین یا نه؟ بیشتر میخواستم ببینم در مقام مقایسه اگه بخوایم بر بیایم چه تفاوتی هست بین ایران با سایر کشورها، دلیلش چیه که اگر مثلا این تفاوت زیاده، و اینکه مهمتر اصلا راه حلی براش وجود داره در ایران یا خیر؟ فقط کوتاه اگه ممکنه. ما در کشور مثل سوئد ببینید، مثلا دیابت رو یک بیماری است که اکثر درمانگاه ها، بیمارستان ها، پرستار های متخصص دارن، تیم های متخصص دارن، تیم های اونایی که دیتیست دارن، مثلا مشاور امور تغذیه هستن، اینا همه دارن با هم کار میکنن تا اینکه به قول معروف یک تخفیفی در این شدت بیماری ایجاد بشه. مهمترین بحثی که میکنن دارو نیست، مهمترین بحث آموزشه، مهمترین بس اعتماده، مهمترین بس یک سیستم کنترل همگانی است که همه دسترسی بهش داشته باشن و همه بتونن ازش استفاده کنن، بیمارا رو سریع تشخیص بدن، سریع کنترل کنن. این چیزی است که در دنیا معموله، یعنی یک تیم پزشکی و یک تیم دور مریض شکل میگیره که این مریض همیشه با اینا تماس داشته باشه، داروهاشو بگیره، کنترلش کنن، بهش آموزش بدن، و افراد دیگر ببینه، و و و و و و نمونای موفقش هم تو دنیا هست. کار وارسی میشه. این مسئله یکیش آموزشه. مثلا شما اگه که فطر فکر من اگه انسولین بگیرم خیلی خوبه، مثلا نخورم، اگر هر چی بخورم میتونم بخورم. خب آموزش کمه اینجاست. آموزشی است که جای افتاده. و اگر آموزش بر مبنای اعتماد نباشه، به مساوی دستور و مساوی حکم حکومتی و اجبار باشه، که کسی گوش نمیده. بله. بنابراین در یک مقیاس کلان متاسفانه در شرایط فعلی ایران ما شرایط بسیار دشواری داریم. بله با تشکر از شما دکتر سینا، خیلی ممنونم به خاطر توضیحاتی که دادین. انشالله روزی برسه که این مشکلات همه برای مردم ایران هم حل بشه. بازم سپاسگزارم ازتون. سپاسگزارم از وقتی که دادین. انشالله بیشتر راجع به مسئله بتونیم صحبت کنیم. انشالله. وقتتون بخیر و خدا نگهدار.